درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. دو شهروند غیر نظامی در شمال اسرائیل در پی حملات راکتی از لبنان کشته شدند. پرچم اسرائیل بر بالای باغ ایران در جنوب لبنان به اهتزاز درآمد. شهروندی افتخاری شهر روم برای مبارزه علیه سرکوب و استبداد به نرگس محمدی اعطا شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه 11 زندانی را اعدام کردند. FBI یک طبقه افغان را به ظن برنامه ریزی برای حمله در روز انتخابات آمریکا دستگیر کرد. یک خلبان ترکیش ایرلاینز در میانه پرواز از سیاتل به استانبول جان خود را از دست داد. با نزدیک شدن طوفان میلتون به فلوریدا، بایدن سفرهای خارجی خود را لغو کرد. و نوبل شیمی سال 2024 برای تحقیق روی پروتئین‌ها به دانشمندان آمریکایی و انگلیسی رسید. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 9 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 18 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. خدمات اورژانس اسرائیل خبر داد که دو شهروند این کشور بر اثر حملات راکتی از لبنان در شهر شمالی کریات شمونا کشته شدند. در بیانیه اورژانس اسرائیل آمده که امدادگران یک مرد و زن حدوداً 40 ساله را پیدا کردند که بر اثر برخورد ترکش بیهوش و مجروح بودند و تلاش برای نجات آنها بی نتیجه ماند. این نخستین تلفات غیر نظامی در اسرائیل از زمان آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به جنوب لبنان و ادامه حملات هوایی به نقاط مختلف لبنان برای ضربه زدن به اهداف گروه حزب الله است. ارتش اسرائیل میگوید که حدوداً 20 راکت پرتاب شده از لبنان به سمت این شهر در روز چهارشنبه شناسایی شد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل در روز گذشته بیش از 230 نقطه را در نوار و لبنان هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل این نقاط شامل 185 هدف حزب الله در لبنان و حدود 45 هدف حماس در غزه، از جمله مکانهایی که هسته‌های عملیاتی جمع شده بودند، پست‌های دیدبانی، پرتاب کننده های راکت و انبارهای تسلیحات بوده است. ارتش اسرائیل میگوید که نیروهای ارتش به نبرد با عوامل حزب الله در جنوب لبنان ادامه می‌دهند و چندین مرد مسلح تا یه روز گذشته در درگیری‌های نزدیک و در حملات هوایی کشته شدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای اسرائیلی کنترل مارونلاس در نزدیکی مرز اسرائیل را به دست گرفتند و بر فراز جایی موسوم به باغ ایران که با حمایت مالی جمهوری اسلامی در آن منطقه ساخته شده پرچم اسرائیل را به اهتزاز درآوردند. هیئت جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ سال 2006 میان حزب الله و اسرائیل برای بازسازی جنوب لبنان باغ ایران را در 400 متری مرز اسرائیل با بودجه زیادی ساخت. گروه حزب الله در هفته اخیر ضربات سنگینی متحمل شده و تسلط آشکار اسرائیل بر ارتفاعات روستای مارون راس در روز سه‌شنبه یک شکست نمادین برای جمهوری اسلامی ایران است. شورای شهر روم با اعطای شهروندی افتخاری به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 2023، همبستگی خود را با او و مبارزاتش علیه سرکوب زنان و به منظور ترویج حقوق بشر اعلام کرد. همزمان نرگس محمدی در گفتگو با یک روزنامه گفت از جنگ و استبداد بیزار است. اعطای شهروندی افتخاری روم به نرگس محمدی اقدامی به ابتکار مارکو دی استفانو
سیاستمدار ایتالیایی عضو گروه نوی مودراتی بود که به اتفاق آرا از سوی شورای شهر روم پایتخت ایتالیا تصویب شد. این شورا در بیانیه خود با اشاره به بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌های اعمال شده علیه محمدی که یکی از چهره‌های برجسته در مبارزه برای حقوق بشر در ایران و جمله حامیان اصلی کمپین علیه اعدام است، نسبت به ادامه حضور ناعادلانه او در زندان ابین تهران ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از انتصاب سه استاندار جدید برای استان‌های خراسان، فارس و یزد خبر می‌دهند که در میان استانداران فارس و یزد از شهرهای اصولگرا هستند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که هیئت دولت مسعود پزشکیان در جلسه روز چهارشنبه حسین علی امیری را به عنوان استاندار فارس، محمد رضا بابایی را به عنوان استاندار یزد و غلام حسین مظفری را در سمت استاندار خراسان رضوی منصوب کرد. انتصاب حسین علی امیری در این سمت در حالی انجام شده که او به عنوان سیاستمداری اصولگرا شناخته می شود و رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور است. به سابقه عضویت در دو دوره شورای نگهبان به عنوان عضو حقوقدان را دارد. همچنین محمد رضا بابایی در حالی به عنوان استاندار یزد منصوب شده که او سیاستمداری اصولگرا و از طرفداران ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق و از مخالفان سیاست‌های دولت حسن روحانی بود و انتقادهای تندی را نسبت به روحانی مطرح کرده بود. او به عنوان معاون برنامه‌ریزی استانداری یزد در دولت محمود احمدی نژاد فعالیت می‌کرد و با روی کار آمدن حسن روحانی با وجود ابقا از سمت خود استعفا کرد. دادگستری استان مازندران امروز چهارشنبه از دستگیری 5 متهم در پرونده مشروبات الکلی تقلبی در این استان خبر داد و گفت که 4 تن به اتهام قتل عمد روانه زندان شدند. عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران به خبرگزاری ایرنا گفت برای متهمان در شعبه دادسرای حوزه‌های قضایی آمل، چالوس و کلاردشت به اتهام قتل عمد از طریق فروش مشروبات الکلی پرونده قضایی تشکیل شده. با توجه به وخامت حال و بستری بودن بسیاری از افراد مراجعه کننده به بیمارستان‌های استان در بخش مراقبت‌های ویژه و نابینان شدن چند تن دیگر، پرونده در حال پیگیری دقیق و سیر مراحل قانونی است. علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران روز گذشته اعلام کرد که در حدود 2 هفته گذشته 21 تن در این استان بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست دادند که 18 تن از آنها مرد و 3 تن زن بودند. در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مقامات قضایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه 11 زندانی را اعدام کردند. بنا به گزارش وبسایت حالبش، در روز چهارشنبه 18 مهر ماه دست کم 11 زندانی از جمله 6 زندانی امنیتی و 1 زن و 1 فرهنگی بازنشسته در زندان قزلحصار استان البرز به دست مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. در این گزارش به جزئیات اتهامات نسبت داده شده به 6 زندانی که با عنوان امنیتی اعدام شدند اشاره‌ای نشده، اما پیش از این جمهوری اسلامی بارها شهروندان مخالف خود را با این عنوان و با اتهاماتی از قبیل جاسوسی، افساد پلارض، محاربه و بقی به اعدام محکوم کرده و برخی از آنها را اعدام کرده است. یادم نشوند در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار
در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. شرکت هواپیمایی ایر فرانس امروز چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقات داخلی را در مورد پرواز یکی از هواپیماهای خود که همزمان با حمله موشکی ایران به اسرائیل بر فراز آسمان عراق در حال پرواز بوده آغاز کرده است. این شرکت فرانسوی اعلام کرد که در اول اکتبر اطلاعات واصله حاکی از وقوع حمله موشکی ایران به اسرائیل بود. در نتیجه و بدون اتلاف وقت، بعد از دریافت دستورها و توصیه‌های مقامات عراقی، ایر فرانس تصمیم گرفت که پروازهای هواپیماهای خود را از ساعت 19 به وقت پاریس در حریم هوایی این کشور متوقف کند. ایر فرانس تصریح کرد که در آن روز پرواز AF-662 که فرودگاه شاردگل پاریس را به مقصد دبی ترک کرده بود، در حال پرواز در آسمان جنوب عراق بود که حمله ایران حوالی ساعت 18:45 دقیقه به وقت پاریس آغاز شد. این هواپیما کمی پیش از ساعت 19 حریم هوایی عراق را ترک کرد. حریم هوایی عراق در ساعت 19:56 دقیقه به وقت پاریس به طور رسمی توسط مقامات محلی بسته شد. این شرکت فرانسوی خاطر نشان کرد که هواپیماهای ایر فرانس از قبل از عبور از حریم هوایی اسرائیل، لبنان و ایران اجتناب کردند و پرواز بر فراز حریم هوایی عراق محدود به یک کریدور خاص بود که توسط همه خطوط هوایی استفاده می شود. با این وجود تحقیقات داخلی در مورد این پرواز خاص آغاز شده است. هرچند موشک‌های بالستیک در ارتفاعی بالاتر از پرواز هواپیماهای مسافربری حرکت می‌کنند، اما خلبانان پرواز AF-662 به رسانه‌های فرانسوی گفتند که به هنگام عبور از حریم هوایی عراق موشک‌ها را از کابین خلبان دیدند. سه مقام آمریکایی به وبسایت خبری آکسیوس گفتند که انتظار می‌رود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه تماس تلفنی مهمی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه‌های اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی داشته باشد. این تماس اولین مکالمه بین بایدن و نتانیاهو در دو ماه پرتنش اخیر خواهد بود و در شرایطی انجام می شود که اسرائیل در حال بررسی حملات بزرگی است که می تواند مقیاس جنگ منطقه‌ای را به طور قابل توجهی تشدید کند. به گفته دو مقام اسرائیلی، نتانیاهو سه‌شنبه شب ساعت‌ها با اعضای ارشد کابینه و فرماندهان بلندپایه ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل جلساتی برگزار کرد تا درباره وسعت و زمانبندی حملات تلافی جویانه اسرائیل تصمیم گیری کند. به نوشته آکسیوس این مقامات می‌گویند که انتظار می‌رود واکنش اسرائیل قابل توجه باشد و احتمالاً شامل ترکیبی از حملات هوایی به اهداف نظامی در ایران و حملات مخفیانه مانند آن حمله‌ای که به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران منجر شد خواهد بود. اسرائیل همچنین گزینه‌هایی برای حمله به زیرساخت‌های نفتی ایران را مورد بررسی قرار داده که جو بایدن پیشتر اشاره کرده بود که به آن مخالف است. در میانه تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، خبرگزاری رویترز گزارش اختصاصی منتشر کرده از موردی دیگر از تلاش‌ها برای حمله‌های تروریستی در غرب که به حکومت ایران نسبت داده می‌شود. بر اساس این گزارش، از سال 2020 تا کنون دست کم 33 مورد از این اقدامات در کشورهای غربی رخ داده و این مورد قرار بوده که سال گذشته میلادی در یک مرکز یهودیان در آتن، پایتخت یونان رخ بدهد. اسناد پرونده نشان می‌دهد که یک پاکستانی به نام سید فخر عباس از داخل ایران یک آشنای قدیمیش در یونان را به حمله به این محل ترغیب کرده و گفته بود که برای گروهی کار می‌کند که به ازای هر کشته حدود 15,000 یورو دستمزد می‌دهد. در گفتگوی واتساپی این دو درباره استفاده از مواد منفجره یا آتش سوزی برای حمله بحث کردند و عباس تاکید کرده که باید بعد از حمله شواهدی از تلفات ارائه شود و تاکید کرده که پای یک سازمان مخفی در میان است. رویترز نوشته است که اسناد این پرونده شامل صدها صفحه از شواهد است. این اسناد نشان می‌دهد که چگونه عباس آشنای پاکستانیش در آتن به نام سید ارتضی حیدر را برای انجام حملات آماده می‌کرده
است. مقامات یونان هیدر و یک پاکستانی دیگر را سال گذشته دستگیر و اعلام کردند که شبکه‌ای تروریستی را که از خارج هدایت می‌شده و قصد وارد کردن تلفات انسانی داشته از بین بردند. این دو مرد با اتهامات مرتبط با تروریسم مواجه هستند، البته هر دو بر بیگناهی خود اصرار دارند. پلیس یونان از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرده است. سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد که در این پرونده به تحقیقات یونان کمک کرده ادعا کرده که این حمله به عنوان بخشی از یک شبکه چند ملیتی به دستور ایران طراحی شده است. با این حال دولت اسرائیل از اظهار نظر در مورد پرونده یا سایر فعالیت‌های موساد خودداری کرده است. حکومت ایران هم ادعاهای موساد را رد می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که FBI یک مرد افغان را به اتهام برنامه ریزی برای انجام حملاتی در روز برپایی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده دستگیر کرده است. به گفته مقامات قضایی آمریکا، این مرد تحت تأثیر گروه تروریستی موسوم به خلافت اسلامی داعش بوده و قصد حمله به تجمعات و گرد همایی‌های بزرگ در آمریکا را داشته است. طبق اسناد اتهامی، این فرد 27 ساله و اهل اوکلاهاما سیتی که نام وی نصیر احمد توحیدی عنوان شده، روز دوشنبه بعد از دستگیری توسط ماموران FBI به بازپرس گفته بود که حملاتی را همزمان با برپایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آینده در این کشور برنامه‌ریزی کرده و به همراه همدستش قصد داشته که در این راه شهید شود. به گفته مسئولان دادگستری ایالات متحده، این مرد افغان که سپتامبر 2021 وارد آمریکا شده، طی هفته‌های اخیر اقداماتی تدارکاتی برای پیشبرد طرح خود به منظور حمله در روز انتخابات انجام داده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، از جمله این اقدامات میتوان به سفارش خرید تفنگ‌های تهاجمی کلاشینکوف، نقد کردن دارایی‌های خانواده‌اش و خرید بلیط‌های یک طرفه برای همسر و فرزندش برای بازگرداندن آنها به افغانستان اشاره کرد. دستگیری این مرد در حالی صورت می‌گیرد که FBI پیشتر نسبت به آنچه افزایش احتمال خشونت از سوی افرادگرایان در خاک آمریکا خوانده شده، به شدت ابراز نگرانی کرده بود. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که یک خلبان این شرکت در میانه پروازی از سیاتل آمریکا به شهر استانبول ترکیه جان خود را از دست داد و این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در نیویورک شد. این خلبان 59 ساله از سال 2007 برای ترکیش ایرلاینز کار میکرد. این حادثه امروز چهارشنبه 18 مهر ماه رخ داد و خلبان ترکیش ایرلاینز حین انجام وظیفه در پروازی بین‌المللی درگذشت. بر اساس گزارش بلومبرگ، کاپیتان روز چهارشنبه بعد از برخاستن هواپیمای ایرباس 350 از فرودگاه سیاتل دچار بیهوشی شد و با وجود تلاش‌های پزشکی اولیه از سوی کادر پرواز وضعیت او بهبود نیافت و به پیش از نشستن هواپیما جان خود را از دست داد. نان برنشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا، در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.hidarilaw.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. ساحل غربی پرجمعیت فلوریدا که هنوز از طوفان ویرانگر هلین که کمتر از دو هفته پیش رخ داد در شوک به سر میبرد، اینک خود را برای برخورد طوفان در منطقه خلیج تمپا در روز چهارشنبه آماده میکند. مرکز ملی طوفان ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که طوفان ملتون با سرعت 257 کیلومتر در ساعت این پتانسیل را دارد که یکی از مخربترین طوفان‌های ثبت شده در غرب و مرکز فلوریدا باشد. تنها یک روز مانده به رسیدن طوفان ملتون به سواحل فلوریدا، هواشناسان به مردم هشدار می‌دهند که باید خود را برای تغییرات احتمالی در لحظات آخر مسیر این طوفان آماده کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام اینکه سفر خود به آلمان و آفریقا را به دلیل افزایش خطر این طوفان لغو کرده، گفت واقعا فکر نمی‌کنم که در این مقطع بتوانم از کشور خارج شوم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هفته گذشته مدعی شده بود که جو بایدن و کامالا هاریس در جریان طوفان هالین در جنوب شرق فلوریدا در کشور حضور نداشتند. این در حالی است که سخنگوی ارشد کاخ سفید میگوید که کاخ سفید زارا از نزدیک تحت نظر دارد. کمیته نوبل روز چهارشنبه 18 مهر ماه دیوید بیکر از آمریکا را برای طراحی محاسباتی پروتئین ها و دمیس حسابیس و جان جامپر از انگلیس را به خاطر پیشبینی ساختار پروتئین ها به عنوان برگزیدگان دریافت جایزه نوبل شیمی 2024 معرفی کرد. بر اساس بیانیه کمیته علمی نوبل، نیمی از این جایزه به دیوید بیکر برای تحقیق درباره طراحی رایانشی پروتئین تعلق می‌گیرد و نیمی دیگر به طور مشترک به دمیس حسابیس و جان جامپر، محققان دیپ مایند گوگل در انگلیس، برای پیشبینی ساختار پروتئین می‌رسد. نتوان هشمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.